با درود خدمت شما آقای علیرضا عجمی، خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه فرصتی شد که با هم برنامه داشته باشیم در رادیو جوانان امروز. خیلی خوش آمدید به برنامه. متشکرم. من هم به شما سلام و عرض ارادت دارم و همچنین خدمت تمامی مخاطبین برنامه. امیدوارم که بتونیم قانع بکنیم شنوندگانمون را. متشکرم. آقای عجمی، بعد از اتفاقاتی که به هر حال در چند ماه گذشته رخ داده، ظاهرا شوراهای صنفی دانشجویان شروع کردن به پروژه تسویه اساتید و دانشجوها در دانشگاه های مختلف که این به صلاح دانشجویان که این به تصفیه هایی که داره میشه به خاطر فشار بر اساتید و دانشجویان معترض دانشگاه هایی مثل دانشگاه کرمان، بهشتی و تهرانه که اخراج شده بودن و احضار تعدادی از اساتید به دلیل حمایت اونها از خیزش اخیری که در ایران به هر حال شاهدش بودیم. و اونطوری که گفته شده در دانشگاه باهنر کرمان بهارک اختردانش و محمد مهدی علومی از اساتید گروه دامپزشکی این دانشگاه به دلیل حمایت از دانشجوها در فضای مجازی حکم انفصال و اخراج گرفتن. حالا من میخوام ببینم که نظر شما در این مورد چی، آیا فکر میکنید به هر حال قدم هایی که حکومت داره بر میداره برای همچنان مبارزه با مسائلی که در چند ماه گذشته مشاهدش بودیم، به جای اینکه یک مقدار سعی کنه آرامشی حفظ کنه، حداقل زیاد دیگه تحریک نکنه از خانه عمومی رو، ولی ما میبینیم که مثلا از یه طرف دیگه هم جانشین فرماندهی انتظامی کشور گفته که گشت ارشاد نداریم اما با همه هنجار شکنی ها برخورد میکنیم و بیهجابی رو هم نوعی هنجار شکنی قلمداد کرده و گفته هیچ تفاوتی نداره با هنجار شکنی های دیگه و اجازه جولان به بیحجابان نخواهیم داد. نظر شما در این مورد چیه؟ بفرمایید. بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، تمام این مسائلی که فرمودید و به اون اشاره داشتید اتفاق افتاده در ایران و همچنین در قبل از تمام این برنامه از اون به نام خودشون خیزش ها و یا هر نوع مسائل انتقادی یا انقلابی یا براندازی که بوده، این دنباله همون مسائل هست که در یک سازه زمانی در یک مقاطع مختلفی در جریان‌های مختلف در گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگر گرفته تا دانشجو و استاد دانشگاه پرستار و معلم و ایکس ایگری اصولا در جامعه، این دنباله تمام اون مبارزاتی است که معمولا این حالا اگر بگیم اخیراً که در رابطه با دولت جدید آقای رئیسی ایجاد شده، ولی در اصل دنباله همون مسائل درگیری ها و جنابندی های 57 هست که ادامه داره به این شکل های مختلف که نیروهای مختلفی هم در اون شرکت دارن، نه فقط این که منتقدین، نه فقط این که کسی که میهن دوست هست و میخواهد دموکراسی را به ایران برگرداند و نه فقط این که عده‌ای هستن که واقعا برای منافع مردم یا به طرفداری از مردم اونن، بلکه این یک ترکیبی است از تمامی جریانات سیاسی، اجتماعی، غیر سیاسی و یا بقیه نیروهایی که به قول خودشون براندازن، ایران ستیزن، نمیدونم بیگانه پرستن، معتقد به فقط به قول خودشون آزادی در راه آمریکاست و صلاح‌دید اونها در رابطه با پیوند با همون مسائل قدیمی تاریخی است. این دنباله همون هست و می‌بینیم که معمولا در دانشگاه‌ها اصولا دو جریان همیشه حرکت می‌کنه، یکی همون معترضینی هستن که به شکل معمول دنباله همون‌ها از مسائلی دفاع میکنن که اسم خودشون هم البته ظاهرا خیلی به حق
به نظر میرسن که چون از جملات و از شعارها و از خواسته های به حق یک دانشجو یا جامعه در شعارهاشون استفاده میکنن. ولی اینکه ما فکر کنیم معمولا تمام اینها در جهت بهبود وضع کشور است، این ساده اندیشی است. دولت هم این ساده اندیشی را ندارد، حکومت و رژیم هم این ساده اندیشی را ندارد. مطمئن است که میداند جریان های همون جنگ هیبریدی که ادامه دارد، که در کل اون از جنگ های اقتصادی و نظامی شروع میشه تا الان، این دنباله همون است. یعنی این مسائل فرعی همون قضایایی است که در اصل یک استراتژی هست که برای اینکه بتونن یک حاکمیتی رو تغییر بدن، خب باید توش چون از راه نظامی یا اقتصادی شکست خوردن، خب باید از طریق جامعه و شورش‌های اجتماعی اون رو ایجاد بکنن. این فلسفه تاریخی همیشگی تمام حرکتهایی هست که بر علیه کشورهایی که یک کمی حرکت‌های آزادی طلبانه دارن انجام میشه. این هم دنباله همون است. یعنی ما این که فکر کنیم صادقانه تمام اینهایی که اعتراض میکنن ایران دوست هستن، میان دوست هستن، برای مردم حرکت میکنن، برای حقوق و عدالت اجتماعی، آزادی و اقتصاد و فلان حرکت میکنن، نه، اینجوری نیست. یک ترکیبی است. همون جنگ هیبریدی در این جریان ها هم اعمال شده و هست، دیده میشه مشخصا. اینی که برای تشخیص این که اولا با چند دیدگاه و نظر باید با اون نگریست از جهات و زوایای مختلف، اولا اینکه فکر کنیم دولت چیزی رو نمیدونه، رژیمی چیزی رو نمیدونه، این چه ترکیبی است، خب این ساده اندیشی است. اون میدونه اتفاقاتی که داره میفته و جریان هایی که تا الان شعار هم میدادن دیگه، آهای تا اسفند، نمیدونم فلانی سرنگون است، سید علی سرنگون است، براندازی ما، همین شعارهای تندی که میدادن. خب اینا خود به خود یا شعارهای دیگه ای که میدن که در هر کشوری از نظر قانون حفظ امنیت اون کشور جرم شناخته میشه، خب اینا دارن میدن دیگه. اون دولت هم موظف طبق قوانین اساسی که داره برای حفظ حکومت و حفظ امنیت کشور در رأس همه چی و آرامش در کشور، خب همون اقدامات که همه دنیا همه کشورها میکنن اونم میکنه. این که نادانیست اگر ما فکر کنیم که حکومت این چیزها رو ندونه. مثلا بعد از 40 و چند سال حاکمیت در بحرانی ترین شرایط دنیا و بحرانی ترین شرایط کشور، بنابراین این که ما بخوایم قضاوتی رو در این رابطه داشته باشیم، باید کاملا منصفانه، کاملا بی هدف و کاملا بدون غرض و مرض و بدون اینکه طرفداری از جناح خاصی را داشته باشه باید به اون رسیم. خب در وهله اول که آدم نگاه میکنه میبینه آره شعارها درستن، و اینی که در وهله دوم باید نگاه کنیم که جرمی را که دارن دولت یا حاکمیت یا دستگاه قضایی این کشور مشخص میکنه باید ببینیم درست هست یا نه. اصولا حرکتی را که انجام دادن باید از نظر دستگاه قضایی پای بذاره وسط، باید پلیس دستگاه قضایی بتونه اقداماتی رو که میکنه بتونه اثبات بکنه و نتیجه اون را موازی رسمی دولت یا رژیم را در موردش بحث بکنیم که آیا درست هست یا نه، یا اصولا از نظر فلسفی و قانون اساسی میتونه چنین حرکت اتفاق بیفته یا نه. اینه که هنوز به اون مراحل نرسیدیم که بتونیم یک درجه ای از تشخیص برسیم که آیا این دسته درست میگوید یا اون دسته. ولی تجربه این 40 چند ساله که هیچ، تجربه زمانش را هم به ما میگوید که این نوع حرکت هایی که با شعارهای سرنگونی یا با شکلی موازی را در نظر میگیرن که یک دولت خاصی را جا به جا بکنن و باز به کمک خارج و با بودجه خارج از کشور و با خیلی اهداف خاص گروهی، حزبی، شخصی، منافع شخصی بخوایم با اون در نظر دارن حرکت میکنن، خب اینو باید بعد از تمام اون ارزشیابی ها و بررسی ها و آنالیز ها و که از طریق دستگاه رسمی دستگاه قضایی منتشر میشه و باز با مقایسه اون با حرکت هایی که اگر قرار است اسمش رو انقلاب بذاریم، خب این حرکت ها همون حرکت های مشابه دقیقا 57 هست که اتفاق میفته.
همه چیز را به عهده دولت غلط میگوید و من که تو خیابانم درست میگویم. خب این همون 57 که دیگه تکرار همونه که اینجوری نیست. ما باید برای آنالیز این کاملا بی‌طرف باشیم، باید دقیقا بر اساس این که فلسفه حرکت چیست، اهداف خاص این حرکت ها چیست، باید به اثبات برسه، باید بتونه با برنامه ای که ارائه میده، با مواضع سیاسی که در نظر داره مشخصا ارائه میده، اعتماد جامعه رو جلب کنه که درست میگه، راستگو هست، اهداف خاصه. ما میدونیم که یعنی هم ما که هیچی، هر آدم ساده لوحی هم الان دیگه بعد از 40 سال دیگه میدونه که توی این ترکیبات از ایران دوست و میهن دوست و میهن پرست هست تا تجزیه طلب و بیگانه طلب و همه این ایران ستیزی و همه این مسائل آقای دیگه خاصی که مناقصی رو بر منافع ملی کشور. آقای عجمی ببخشید، اگر فرض بکنیم که از 100% در همه نه اجازه بدید من میخوام این سوال رو از شما این بکنم. ترکیب ها هست آقای عجمی اگه این اجازه داشتم این سوال رو از شما بکنم که بله فرض کنیم از 100% بله درصد معترضین چند درصدش به هر حال به قول فرمایش شما وابسته به تجزیه طلب ها باشن، این باشن اون باشن، ولی این میون هستن کسانی که واقعا دردشون فشارهای اجتماعی اصلاح در پی اینن که اصلاحاتی بشه، آزادی های اجتماعی داده بشه، و این وسط نمیشه که با اهرم فشار با همه برخورد کرد، چه اون کسی که واقعا برای صلاح مملکت و آرامش ملت داره مبارزه میکنه، چه اون کسی که به قول فرمایش شما وابسته به تجزیه طلباست و دشمنان خارجی و داخلی و اینا. آیا نباید به هر حال یک ممیزی گرفته بشه ما بین معترضین؟ بله دقیقا. بخش اون ساده لوحان جامعه که حق باشون هم هست و ناراضی هستن، ناراضیان هستن، معترض هستن و ولی نه مخالفن نه اپوزیسیون، اونا هم بخش عظیمی رو در این تشکیلات که به خاطر همون تحت تاثیر شعارها و به خصوص بعد از مدتها که بعد الان میدونیم چند مرحله چندین پروژه اجرا شده که آخریش همون زن زندگی بود، بعد از شکست تمام این پروژه ها، خب به هر حال عده زیادی هم هستن که در پی خود هر رسیدن به حقوق اجتماعی و عدالت اجتماعیشون هم هستن. حالا اینها هم بعد از این همه مدت و سال که در نتیجه یک بمباران رسانه‌ای که رسانه الان به مراتب قدرتش از تمام سیستم های نظامی و جنگ های هسته‌ای اثرش روی جامعه بیشتره، میتونه به راحتی اونا رو هم بتونه که جلب بکنه نظرشون رو و بیاره تو خیابون. در این شکی نیست که هستن اونا هم. ولی از طرف دیگری حرکت های دستگاه حکومتی یا یک دولت خاص معینی را ما بخواهیم آنالیز بکنیم، اون هم یک سری مسائل داره که نمیتونیم نایده بگیریم. یعنی وظیفه اصلی یک دستگاه دولتی به وسیله دستگاه قضایی و پلیس قشمتش حفظ نظام جامعه، آرامش جامعه، نظم جامعه، قانونمندی. اگر قرار است یک جای شورش بشود و دولتی حرکتی را نکند، مقصر است دولت. دولت باید پاسخگو باشد. آقا شما نظم جامعه را باید برای منی که طرفدارتی در خیابان راه بروم، من باید به راحتی زندگی بکنم. اینجوری نیست که دولت فقط موظف هست یا در مقابل یه عده خاصی موضع‌گیری بکنه. نه، حفظ تمام امنیت جامعه اهم از خارجی، مرزها و داخلی بخصوص با دولت هست. باید بتونه اینو حفظ بکنه برای همه اقشار جامعه، نه فقط برای اینکه مثلا یه عده معترض هستن یا حقشون خورده شده و با خشونت رفتار شده. و اتفاقا همیشه سیاستایی که الان من یه مقدار دارم میبینم و خیلی از دوستانم میبینن، اونچنان دقت میکنه که آشوب ایجاد نشه، دقت میکنه که شورش ها رو با یه شکلی برخورد مسالمت آمیز بکنه که به بقیه جامعه ضربه ای وارد نشه.
ولی دقیقا مشاهده شده که شورش طلب با یه قصد خاصی اومده که دقیقا عکس اینو انجام بده. خب اینو دولت داره میبینه. اینا یه چیزایی نیست که ما فکر کنیم مثلا نه مردم حق ندارن. مردم چرا؟ منی که اصلا آقا من کمونیستم، من میخوام راحت تو خیابون را برم. آقا من مسلمانم، من میخوام راحت تو خیابون را برم. تویی که افکارت با من متفاوته اجازه نداری جامعه رو خیابون رو طوری انجام به شکلی در بیاری آشوب طلبانی که من آزادی من سلب بشه. پس آزادی من اینجا چی میشه؟ من میخوام شیوه به دست آوردن آزادیم را از طریق احزاب سیاسی مورد اعتماد جامعه با گفتمان حل بکنم. من قرار نیست با شورش حل بکنم اینو. خب حالا اینجا حق با من است یا حق با اون دانشجو یا معلم یا پرستار یا استاد دانشگاه یا هر قشری از جامعه که طرفدار مسائل میدانی و جنگ‌های خیابانی است؟ نه، اینجوری نیست. حق همه باید از طرف دولت رعایت بشه. آزادی همه باید از طرف دولت امنیتش داده بشه، با قدرت هم داده بشه. اینی که ما برسیم به یه مسئله ای رو به حد قضاوت، باید اولین کاری که میکنیم باید ببینیم مواضع رسمی دستگاه قضایی و پلیسی دولت در این زمینه چیست، اعلان بکن. وقتی که این ازش خواستیم که این اعلان بکن، ببینیم به کجا کشیده این جرائمی که میگی طبق قانون اساسی بوده است یا نه، انجام داده است یا نه. بعدن اعتراض ها را به شکلهای دیگه‌ای که تشخیص میدیم باز امنیت جامعه برقرار مطرح میکنیم. اینی که همیشه یک طرفه و یک سویه برخورد بکنیم کار اشتباهی است. سپاس از توضیحاتتون آقای عجمی. مسئله دیگه که می‌خواستیم بهش بپردازیم اینه که از یک طرف ما شاهد یک نوع به اصطلاح مبادلات یا روابط سیاسی ما بین ایران یا به عبارت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا هستیم. از یک طرف دیگه می‌بینیم که به اصطلاح نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که به دلیل اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی یا همون سپاه پاسداران برای توقیف دو تا نفتکش تجاری ریچموند و ویجر و تیاراف در آبهای بین‌المللی در دریای عمان، ظاهرا از این به بعد داره سعی میکنه که، یعنی پنتاگون گفته که برای مقابله با تهدیدهای ایران در صورت تقاضای کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نیروهای نظامی خود رو در اختیار این کشتی‌ها یا در این کشتی‌ها مستقر خواهد کرد برای اینکه بتونه مقاومت کنن در مورد اینکه سپاه نتونه بیاد و این کشتی‌ها رو به اصطلاح مصادره کنه یا متوقف کنه. فکر می‌کنید واقعاً این مسئله یک دو بام و دو هوا بودن روابط سیاسی آمریکا و ایران تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه و چه صدماتی در دراز مدت میتونه به هر حال مسائل استراتژیکی و سیاسی در منطقه بذاره؟ بفهم. بله، عرض کنم اگر بخوایم در درجه اول به عواقبش نگاه بکنیم، خب هر نوع بی احتیاطی از طرف هر کشوری، دولتی، چه آمریکا چه ایران چه کشورهای خلیج فارس سر بزنه، هر نوع کماندیشی انجام بشه منجر به یه خطراتی خواهد شد که دامن همه رو میگیره، شکی در این نیست. اما از اونجایی که ما داریم راجع به خلیج فارس صحبت میکنیم، حالا دریای آزاد هم اسمش میذارن، کشتی‌هایی هم از اونجا میان توی خلیج فارس یا میرن، به هر حال کنترل این نواحی خلیج فارس و این دریای عمان و حواشی اون برای هر نوع رفت آمدی اجازه کنترل اون با ایران و همچنین بعضی کشورهای خود خلیج فارس است، ابدا با آمریکا نیست. اینه که خیلی مواردی دیده شده که اون ناوهای هواپیمابر یا سلاحهای جنگی را ارسال میکنن به خلیج فارس، من نمیدونم با چه فلسفه‌ای کدام قانون بین المللی اجازه داده به آمریکا که فکر کنه کنترل اینجا این نواحی دست ایشون هست. به قول یکی از اون مارپیشای آمریکایی، خود آمریکایی‌ها، حالا ما کار نداریم، تمام خیلی از مقام‌های رسمی و غیر رسمی و نویسنده و چیزای آمریکایی که انتقاد میکنن از آمریکا که اصلا دنیا رو داری به هم می‌ریزی به خاطر اون هژمونی که می‌خوای تسلطت حفظ بکنی که داره از بین میره. بنابراین در درجه اول ما باید ببینیم اصلا
اجازه کنترل این دریا و یا دریای مجاور اون برای رفت آمد کشتی اهم از تجاری و یا نظامی با چه کشورهایی باید باشه. این نشد که حق رو به این بدیم که به قول که عرض کردم این هنر بشه. گفت ما تا الان جغرافیا رو اشتباه درس ما دادن. هیچ معلمی تو آمریکا به ما نگفت که مرز آمریکا برای حفظ منافع ملیش خلیج فارس است. ما اینو حال یاد گرفتیم. اصلا چنین مطلبی نیست که ما بخوایم روش بحث بکنیم. تمام اون کشتی ها یا حالا عجم از تجارتی و نفتی که حرکت می کردن یا بعضی ها غیر قانونی بودنه و یا حمل اسلحه، اینا را حق داره جمهوری اسلامی و یا دولت ایران و یا هر نوع دولت کشور خلیج فارسی تحت کنترل در بیارن و بدون آزادی و یا امنیت این کشور و این دریا را به عهده بگیرن. هیچ کشوری غیر از این کشورهای همسایه و در خلیج فارس اجازه این که فکر کنه کنترل اینجا باید با اون باشه به صرف این که این کشتی با یک پرچم خاص دیگه ای عبور میکنه و نخت دزدی رو جابجا میکنن، فقط اسلحه جابجا میکنن، اینها کنترلش هم به دست این کشورهای نباشه. مگه قرار است که این مرزهای ما اینجوری بی‌نظام بشه؟ و منتها اون مسئله اصلی که این وسط وجود داره این تغییراتی هست که در دنیا داره رخ میده. اینها تمام ناراحتی و عکس العمل ها اینجا هست که قرار است این تک قطبی بودن تسلط و هژمونی اقتصادی نظامی آمریکا تغییر بکند و چون به سرعت در حال تغییر است و از طرفی کشوری که پیش قدم شده است برای از بین بردن اون یک بخش کوچکی از حاکمیت ایران است که دارد اینو میخواهد به ثمر برسونه که نه دیگر تک قطبی اجازه ندارد در حواشی مرزهای ما در تصمیم گیری های ایران که چه کاری را انجام بدهد، چه اقتصادی را داشته باشد، چه تجارتی را داشته باشد، چه اسلحه‌ای را داشته باشد، با چه کشورهای رابطه داشته باشد. ابدا این با اجازه آمریکا و یا کشور دیگه نباید باشد. باید بتواند یک بخش کوچکی از حاکمیت ما اینو اعمال میکنه که حتما باید تمام این تصمیم گیری ها و استقلال تصمیم گیری آزادی اقتصادی و نظامی خود و مرزها و کشورهای همسایه را داشته باشد و چون به این قدرت تقریبا رسیده است که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای عمل می‌کند با پشتوانه جهانی بعضی کشورهای که هنوز هژمونی اون استعمارگری رو ندارن در قراردادهایشان مشخص شده و این راه شیلی قدیمی که ایجاد شده بین چین و روسیه و ایران و سایر کشورهایی که قرار است انجام بشود هنوز هم بس است. این عصبانیت را ایجاد کرده است که این نوع اتهامات را طبق همون سیستم های قبلی که آمریکا داشته است یک چند ساله یک مدتی با تمام قدرت رسانه‌ای و همه دنیا میخواهد بفهمیند که آقا اینها متهم هستند، اینها خلافکارند، این کشورها میخوان سلاح اتمی درست کنند، این کشورها سلاح شیمیایی دارند و شروع بکنن و بعد مقدمه چینی برای حملات نظامی. و حالا این چون بعد از عراق و لیبی و افغانستان و جای دیگه یا لبنان یا یمن اینها به نتیجه نرسیده، خب حالا کشور اصلی هم که محور این نوع مبارزات و مقاومت ها شده به بخش کوچکش البته، خب این اشکال رو به وجود میاره که اینا با همون فلسفه قبلی میخوان همین اتهامات رو بزنن که یک برنامه نظامی این رو درست از حمله نظامی کردی شکست رو شد، طوری که الان مسئله اقتصادی رو دارن تغییر میدن و دلارش هم میتونه از چیز اعتبار جهانی که نداشت از قبل و با تقلب به صورت ارز جهانی ایجاد شده بود اون هم دارش در حال شکست از بین همین کشورهایی که از خاورمیانه است و یا غرب آسیا از شروع شده است با کمک نیروی اقتصادی کاملا آزاد به چین و یا پشتوانه روسیه و سایر کشورهای دیگه. اینه که مجدداً با همون حیل قبلی اتهاماتی زده میشه که بتونن یک مسئله نظامی را به یه شکلی به وسیله همپیمانانشونن که اونها هم کشورهای عربی بودن بخصوص عربستان دارن سر باز میزنن از این نوع هژمونی تسلط اقتصادی نظامی استعماری
آمریکا و جهان غرب سود و سرمایه و بعضن آمریکایی‌ها، اینی که باز شروع کردن با همون سیستم های قبلی اتهام زدن های این چینی، در صورتی که خودشون مسئول ناامن کردن و بحرانی کردن دریای عمان و یا آزاد و خلیج فارس هستن. شکی در این بازه من ندارم که باز همون سیستم های قبلی رو میخوام ایجاد بکنن که خوشبختانه فکر نمی کنم بتونن به نتیجه برسن. سپاس از میکروفونتون توضیحاتتون. آقای عجمی، اگه بخوایم به این مسئله در مورد دریای عمان یعنی تنگه هرمز، باید بگم که ایران و کشور عمان به هر حال مسئول به صلاح یا اختیار استفاده یا بهره برداری از موقعیت و منابع تنگه هرمز رو دارن، ایران و عمان، و این کشتی هم ظاهرا در زمانی که از خلیج فارس عبور کردن و وارد عمان، دریای عمان می شدن، به اصطلاح مورد به اصطلاح به تسخیر جمهوری اسلامی در اومدن. به خاطر همینه که این مسئله یه مقدار بیشتر تنسایی به شاید به وجود آورده حتی ما بین ایران و عمان. حالا از این مسئله بگذریم آقای عجمی، ما در کشورهایی مثل دانمارک و سوئد هم که شما ساکن هستید همچنان شاهد سوزاندن قرآن و نمیدونم این حرفا هستیم، و ما میبینیم که به هر حال اونجا در مهد کشورهایی که آزادی بیان رو اینطوری تعبیر میکنن که به راحتی شما میتونید کتاب به اصطلاح که یک کتابی رو که چندین میلیون یا 1 میلیارد خورده جمعیت تر به صلاح مسلمان هستن، کتاب اونها رو آتش بزنید و یا به اونها توهین بکنید، این آزادی بیانه. ولی ما الان میبینیم که در این ایام محرم داخل ایران خبرگزاری فارس گزارش داده از بازداشت دو نفر در اصفهان به اتهام آتش زدن پرچم‌های محرم یا به صلاح تراکت ها و چسب شعار نویسی روی این مسائل پرچم ها یا به صلاح تابلو های اعلانات عزاداری و کتیبه های عزاداری. آیا شما فکر میکنید واقعا این سوزوندن و یا این کتیبه ها رو روشون تراکت چسبوندن و شعار نویسی چرا باید اینقدر جدی باشه در کشوری مثل ایران؟ که البته خب این سوال اصلا خودش جالبه، چرا؟ چون برای یک کشوری که در چارچوب قوانین اسلامی داره رعایت اجرا میشه همه چیز، ولی چرا اینقدر باید جدی گرفته بشه این مسئله وقتی که در یک کشوری مثل سوئد و دانمارک ما میبینیم کتاب قرآن رو آتش میزنن، حالا چهار تا پرچم محرم اونم بفهمید. فرض کنم به این مطلبش که اخیرا فرمودید فهم پرداخت، اما در رابطه با اون مسئله که شک که اشاره داشتیم، باز همون حیله قبلی بوده که ایران فقط عکس العمل نشون داد در رابطه با کشتی هایی که خودش داشته و این کشورهای آمریکا وادار میکرد که در ونزوئلا و جاهای دیگه توقیف بشن، معطل بشن. این فقط عکس العمل بود و این درست همون سیاست 100 ساله اخیر آمریکا است که بعد از جنگ جهانی شروع کردن. اتهامی رو میزنن، کارایی میکنن، عکس العملای دیگر کشورها رو به صورت یک جور اعلان میکنن. این بخاطر این بود که همیشه ایران عکس العمل نشون میده، عملو همیشه اونا انجام میدن. اما در رابطه با این مطالبی که فرمودید که قرآن سوزی بوده هم در کشورهایی مثل دانمارک و سوئد و اینوریا و هم در اون اشاره به مسائل احتمالاً آشورا و سیستم‌های عزاداری‌های مذهبی در ایران، اینجا در خود چیز سوئد و دانمارک بازم بحث هست. یعنی الان در خود دولت با اون افتضاحی که در آوردن و هی نامی که الان شما هم اشاره داشتید به آزادی بیان، خب این بیان نیست، شما دارید یک عمل فیزیکی انجام میدهید، این یک. و الان در مجلس سوئد به خصوص بحث هست و در خود دولت هم موازی گرفته شده که هر چه زودتر به این نتیجه برسن که آیا این مسئله آزادی بیان این اجازه را میدهد که اصولا یک عمل
ناشایسته اینجوری انجام بشه بر علیه تمام، و حالا نه فقط مذهب چیز اسلام، بلکه خب یه ایده هم قرار است که اون بقیه کتاب های بقیه رو هم همین حرکت رو بکنن، که اخیرا هم دوباره هفته پیش از این حرکت ها توی سوئد انجام شده. بحثی هست که برای پوشش یک چنین قضیه ای این قانون رو مطرح بکنن، تصویب بکنن که اگر اجازه پلیس بر اساس قانون اساسی است که میتونه کسی به عنوان آزادی بیان چنین حرکتی رو انجام بدهد، ولی به دلیل اینکه میتونه آسایش و آرامش و امنیت جامعه رو به هم بریزه و از اونجایی که باز هم میتونه منافع ملی سوئد را در رابطه با سایر کشورها که دیدیم اقدام کردن، حتی ایران و عراق و جای دیگه و ترکیه، یا حتی سفارت ها رو تغییر دادن، به شکلهای مختلفی از کاردار و یا سفیرشون رو نفرستادن، اخراج کردن، و حتی اون هفته پیشی که در ترکیه به کارمند سفارت سوئد رو با گلوله زدن، یه آقای ترکی که ویزاش رو نگرفته بوده، مخالفت شده بود با ویزاش که بیاد سوئد، هفتیر کشی کرده و یه کارمند سفارت زده. خب یک سری اعتراضایی در مجلس، در دولت و حزب سوسیال دموکراتی اینجا داره بیان میکنه که به شدت با هم صحبت میکنن، گفتگو هست که باید حرکتی که میتونه ایجاد آشوب بکنه و یا ایجاد خطر برای منافع ملی کشور و بخصوص تابعیان سوئدی هایی که در کشورهای دیگه هستن خطر جانی تهدیدشون میکنه، قانونی بگذارنیم که این کار انجام نشه. یعنی نیومدن بگن که نه ما اون قانون آزادی چیز رو بیان مطرح میکنیم، خود این عمل را با یک عمل، یک تصویر، یک قانونی بتونن رفت کنن. فعلا تا این حد پیش رفتن و هنوز در موردش دارن بحث میکنن که به یه شکلی تا اونجایی که من شنیدم تو اخبار بتونن چنین قانونی رو تصویب بکنن و اجازه ندهن که پلیس مجاز باشه که اجازه بده که چنین اعمالی انجام بشه زیر سایه یا زیر لوای آزادی بیان، عمل فیزیکی انجام بشه. و اما در رابطه با همین مسائلی که در ایران هست، در دنباله همون جریان هایی که عرض کردم بعد از اون زن زندگی آزادی و ایکس ایگرک و مسائل دیگه ای که مرتب قرار بوده است اجرا بشه، خب با شکست که روبرو شدن، این مرتبه اومدن در لوای اون چیز حمله به مناسک مذهبی یا اینکه اون مراسم عزاداری، اینها به شکل‌های مختلفی، به جای اینکه خب این یک رسم سنت چندین هزار ساله توی ایران هست، حالا اینی که ما حتی مثلا مسئله مذهب رو اگر شما دموکرات هستید که باید قبول بکنید آزادی مذهب هم هست، اینی که بهش اجازه دادید حمله بکنید یک جایی یا یک شکلی مسخره و توجیه و توهین بکنید، خب باز هم که این همون استبداد هست. که حالا حتی با اینکه شما در یک دستگاه قدرتمند دولتی هم نیستید، یعنی قدرت استبدادی هم ندارید، فقط به عنوان اعتراض استبداد رو اجرا میکنید، خب شما حالا اگه به قدرت برسید میخواید چی کار بکنید؟ اینه که میخواهند به این شکل خیلی بچگانه و کودکانه با یک مراسم یا یک حتی اون هویتی که مذهبی که در ایران چندین مذهب هست، خب مذهب شیعه یا مذهب اسلام هم به عنوان اکثریت در یک سالهای سالی چندین قرن هست، حداقل 7-8 قرن هست که جزء هویت مملکت ما شده و شما اینجوری به شمله میکنید. راه برخورد با مسائل فرافات و یا با مسائلی از جمله خشونت و یا قوانین شرعی که میتونه برخلاف قوانین بین‌المللی باشه، این نیست که این شکل‌های بچگانه را ارائه بدید. و معلومه در خود دستگاه حکومت هم یک آیت الله هست مال قرون وسطا، قدر که چرس کنم در هنوز با افکار دوران سنگی دارن زندگی میکنن، از دوران ناندرتال ها گذشتنه، ولی با این وجود یک نیروهایی هستن که میتونن آشوب ایجاد بکنن در کشور، میتونن حتی با دولت در بیفتن،
و اینه که این نیروها در رابطه با اون جریانهای سیاسی ادغام میشن و حتی به مراسم مذهبی میکنن، دنباله همون حرکت هایی است که بتونن به یه شکلی اختشاش ایجاد بکنن. مراسم سنتی، فرهنگی، اخلاقی و به خصوص مسائلی که اشاره داشتین یا در مجله و در این چیزهایی هست، الان اون فیلمی که پخش کردنه، این باید دستگاه قضایی ریشه این قضیه رو در بیارد که اصلا چرا این فیلم حقیقت دارد یا ندارد، که فقط یه چند ثانیه به صورت سریع پخش شده و یه زیرنویس داشته. خب یک چیز غیر اخلاقی رو اجازه انتشار داده چه کسی داده؟ بخصوص افرادی که خودشون اصلا در رابطه با مسائل شرعی مخالف این قضایه‌ان و بالاترین مجازات را در نظر میگیرن در حد اعدام برای چنین حرکتایی غیر اخلاقی، یا که فقط یک مسئله پزشکی است، مسئله هایی مثل لواط یا حد مسئله دیگر، یک مسئله هورمونی است، یک مسئله دیگه ایست که اصلا ربطی به این مسائل اجتماعی سیاسی، مسائل گنده کشور که امنیت کشور هست، مسئله سیاسی و اقتصادی کشور نه هست. خب آقای عجمی ببخشید، وقتی که یک حکومت، همون کسانی که شما در اون ویدیوها بسا دیده شدن، میان به 4 تا موی سر خانما تو خیابون گیر میدن و میگن باید حجاب اجباری باشه، بعد خودشون یک همچین اعمال رو انجام میدن و کلیپاش میاد بیرون و اینا، با قبول بکنید مردم هم حق دارن تو هر جامعه ای مخالفت میکنن، میگن 4 تا موی ما بیرون بودنش خیلی وقیحانه است یا این رفتاری که شما میکنید. ولی به هر حال این بحث، این مسئله ویدیوها چیزیه که ما در برنامه‌مون واقعا فرصت نداریم که بهش بپردازیم، اما فکر میکنم این بازتابیه که مردم، رفلکسیه که نشون میدن به این همه بی اخلاقی که در جامعه‌ای که خودشون بانیان اسلام به اصطلاح دارن، میگن حکومت اسلامی رو ما داریم اجرا میکنیم، ولی خودشون این همه کثافتکاری دارن، از دزدی گرفته تا این مسائلی که این روزا ویدیوهاش اومده بیرون. خود دستگاه، رژیم و دولت اینا رو همه رو میدونه، منتها به دلیل یک سری معذوراتی که باز نمیخواهد جامعه رو دچار تشنج بکنه و یا اون عدم توانایی در مقابل اون بخشی از آیت الله که من گفتم، یا آقای عجمی ببخشید، ما واقعا وقت نداریم به این مسئله بپردازیم، وقتمون تموم شد، یعنی چند ثانیه بیشتر وقت نداریم، ما این رو میذاریم در یه برنامه دیگه حتما بهش میپردازیم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. من هم از شما متشکرم، خواهش میکنم.